فلسفه زندگی آموزش داشت. دوست دارم امروز یک خاطره کوتاهی که همیشه تو ذهنم برای شما هم تعریف کنم که این رو من با تو وداع نمی کنم. چرا وداع؟ تو هستی، همیشه بوده‌ای و هماره خواهی بود. دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. این یکی از شعرهای فوق‌العاده زیبای معاصر ماست. بیننده های عزیز سلام، امروز 26 جون 2021 عیسوی متاسفانه خبر شدیم که یکی از شاعران شیرین سخن زبان پارسی دیگر با ما نیستند. بدین وسیله وظیفه فرهنگی خود دانستیم تا در مراسم خاک سپاری این بزرگوار اشتراک کنیم و قراری که شما میبینین در پهلوی ما یکی از خانم های که دیزاینر هستند با ما هستن. میخواییم که در این باره معلومات بیشتر بر شما بتن. خب شما اگر خدا بر بیننده های عزیز معرفی کنین. سپاسگزارم از شما زین جان، تشریف فرمایی کردید به این مراسم. البته همونطور که خودتون گفتید، ما وظیفه همه پارسی زبانان هست که از شاعران به نامی که از بین ما رفتن تقدیر کنیم. البته اسماعیل خویی یکی از نازنینانی بودن که در شهر لندن از بین ما رفتن و میتونم بگم که یکی از فقدان بزرگی هست برای فارسی زبانان، برای اینکه من خودم شخصا فکر میکنم که کسایی که در مورد زبان شیرین فارسی شعر میگن، مینویسن، داستان نویسن، همه مثل ریه های اون کشور میمونن و متاسفانه در غربت ما داریم از دستشون میدیم. و جای تشکر داره از شما که تشریف فرمایی کردید و همطور که میبینید خب جمعیت زیادی آمده، فعلا عزیزان دارن سخنرانی میکنن در پشت ما و به وصیت خود شاعر عزیزمون قرار شده که پیکر ایشان به آتش سپرده بشه و خاکسترشون امید به خدا یک روزی بشه به ایران انتقال داده بشه. و همونطور که خودش همیشه میگفت، همیشه در آتش دیدن وطن میسوخته و به این خاطر خواسته که به آتش سپرده بشه. در هر حال بازم من تسلیت میگم به جامعه فارسی زبانان و من امروز دیدم که از دوستان عزیز همزبان از کشور افغانستان هم اینجا هستن و همه ابراز تأسف میکنن. بازم جا داره از تک تک شما تشکر کنم. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر از معلومات شما. قراره که شما گفتین باید بادیشان آتش زده شوه و همچنان به ایران انتقال شوه. فعلا که شرایط برای انتقال دادن نیست، ولی به اون امید اون روز دوست دارم. البته من فکر میکنم بیشتر ایرانیان دوست دارن که بدنشون به آتش سپرده بشه و این یک رسم قدیمی از زرتشتیان بوده و همینطور که میبینید در این مکان امکان این امر هست و خیلی ها این کار انجام میدن. امیدوارم بتونیم از دوستان دیگه هم گزارش تهیه کنید و در هر حال بازم من تسلیت میگم به همه فارسی زبانان عزیز. تشکر. نیکو جان، میشه شما خودتان هم بگین که در لندن چی وظیفه دارین؟ والا من در کار دیزاین هستم. البته تقریبا 4 سال در یکی از دانشگاه های اینجا طراحی لباس خوندم
به هر حال دوستان زیادی دارم، با دوستان نازنینی مثل شما آشنا هستم، از دوستانی از کشور افغانستان دوست نزدیک من هستن و بسیار ارادت دارم خدمتشون و خوشحال میشم که همدیگر رو ببینیم از نزدیک، ولی امیدوارم که در این جاهای غمگین نه، در جاهای شاد همدیگر رو ببینیم. تشکر، به امید دیدارتان در یک جای بخوشی. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون، بازم سپاسگزارم از شما، روزتون خوش. خب شما ببخشین، میشه که برای بیننده های عزیز خاطره که از بزرگوار ما دارین با دوستان شریک بسازین؟ خواهش میکنم، خیلی خوشحالم و با درود به همه بینندگان محترم فارسی زبانان هر جهان، در واقع میشه گفت هر کجا که هستن، به ویژه ایران، افغانستان و تاجیکستان. اسماعیل خویی یکی از بزرگترین میشه گفتش که گنجینه های ادبی فارسی زبانان به ویژه ایران و افغانستان و تاجیکستان بود و همیشه هم به این سه کشور خیلی علاقه ویژه‌ای داشت به واسطه زبان فارسی و مکتب خراسانی و ادبیاتش. من فرشید آریان هستم، من افتخار آشنایی با اسماعیل خویی را چیز حدود شاید نزدیک به 30 سال داشتم و از دوستان نزدیک ایشان بودم. خودم شاعر هستم و بازیگر تئاتر و نویسنده و کنشگر اجتماعی و حقوق بشر و میشه گفتش که حقوقدان. اگه خواسته باشم خودم رو معرفی بکنم، آشنایی من با اسماعیل خویی از دیرباز، از دهه 80 میشه گفت آغاز شد و همچنان تا همین چند هفته پیش یا یک ماه خود یه ماه پیش شاید نمیدونم که با هم تلفنی صحبت کردیم و اصلا برای ما در گذشت همچین انسان وارسته‌ای برای همه دوستانش و همینطور جامعه ادبی ایران و افغانستان و تاجیکستان بسیار دردناک بود. خاطرات زیادی با اسماعیل خویی دارم. اولا اینقدر انسان برجسته بود که همیشه منو در تئاتر و ادبیات و شعرم تشویق کرد در تمام تو این سالها. خاطرم هست، آخرین بار این خاطره رو دارم ازش که کنسرت شاهین نجفی بود و من قرار شد که اسماعیل جان خویی رو ببرم خونه و بردم خانه. اون روز همه مشغول بودن، من خودم بود دوست داشتم که آقای خویی رو ببرم و باشه مدتی باشم و بردمش خونه و کوشش کردم لباسش در بیارم، لباسش رو عوض کردیم و بردمش توی تخت و گفت فرشید برام شعر بخون. من شروع کردم شعر خوندم و سرش رو نوازش کردم و به خواب رفت و به خواب رفت. من نگاه کردم به چهرش، چند دقیقه نگاه کردم، گفتم تو نمیدونم تا که با ما هستی تو دلم. و با آرامش بلند شدم، کفشامو پوشیدم، آرام اومدم بیرون، درو بستم. حتی که این ایام کرونا شد و ایام های دیگه یه مقدار دیدارها سخت شد، ما رعایت میکردیم ولی همیشه تلفنی با هم صحبت میکردیم. جز از دانش اسماعیل جان خویی به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک انسان وارسته، به عنوان یک انسان واقعی، یک کسی که فقط جان و دلش در گروه انسانهای دیگه بود، هیچ چیزی بیاد ندارم جز مهر و مهربانی و خوشقلبی، همونجور که سزاوار و شایسته یک شاعر خوشقلب هست. و همینطور دانش فراوانی که چه عنوان یک فیلسوف داشت، عنوان شاعر داشت. شاعر و فیلسوف بودن همزمان کار ساده‌ای نیست، اگرچه هر دو خردورزی میکنن، ولی یکی به کلیات جان هستی و رابطه ما با اون و دیگری به محسوسات میپردازه. و برای اینکه شاعر باشی باید EQ، قلب خیلی بزرگ و مهربانی داشته باشی. نمیدونم تونستم توضیح بدم. شما قسم توضیح دادین که مرا ایموشنال ساختین، عشق مرا آوردین، که چقدر جای تاسف است که ما چقدر عزیزان خوب از دست میدیم. بله، اسماعیل خویی چون شما از تلویزیون خبری تلویزیون افغانستان هستید، این رو بگم که اسماعیل جان خویی خیلی خیلی به فرهنگ
ایران باستان، افغانستان، خراسان. خب این خودش هم خراسانی بود دیگه، خیلی گرایش خیلی زیادی به افغانستان و تاجیکستان داشت و همیشه و همیشه همیشه و همیشه این رو میگفت. در دل ماها ایرانی ها یاد به قول مولانا بشنو از نیچون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه، ما رو از هم جدا کردن. ما همه یک ملت هستیم و یک فرهنگ داریم و در دوران کودکی هم یادمه که ما چقدر عشق می‌ورزیدیم به همزایای، به خواننده‌های افغانستان، به ادبیات افغانستان، دوستان من که خیلیشون اهل افغانستان بودن. و فعلا این گونه است که ببینیم آینده چه می‌شود با این مردم، این سه سرزمین، که بتونن با هم نزدیکتر بشن. جهان سپاس از اینکه شما وقت به ما دادین. جهانی سپاس بر شما. سپاس یعنی فندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک رو پاس بداریم، این سه رو. مراقب خودتون باشین. سلامت باشین. موفق باشین. بسیار خوشحالم که شما را در کنار خود دارم. میشه بر بیننده های عزیزی که در افغانستان هستن و خارج از افغانستان هستن راجع به خود چیز معلومات بتین و همچنان راجع به شخص بزرگواری که امروز در بین ما نیستن کمی معلومات از شما میخوایم؟ سپاسگزارم ازتون. من دکتر علیرضا نوری‌زاده‌ام، نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و مدیر تلویزیون ایران فردا، تلویزیون 24 ساعته شبکه ایران فردا. توی برنامه هم همیشه با افغانستان حرف میزنم و بسیار بیننده دارم اونجا در تاجیکستان، افغانستان که چندین بار سفر کردم. دکتر نجیب‌الله دوست من بود، احمد شاه مسعود دوست من بود و من در همون بدخشان، در طالقان، در جاهای مختلف احمد شاه مسعود رو دیدم، دکتر نجیب رو دیدم و همسرش خانم دکتر برامون یه کابلی پلو درست کرد و بارق شفیق دوستم بود. من تو افغانستان خیلی دوست دارم و افغانستان رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. از همون زمانی که دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم، دکتر گردیزی از دوستان افغان، ایشون دوره دکترا بود، دوست شدیم با هم. بعد یه زمانی دکتر گردیزی رئیس بخش دری فارسی رادیوی آلمان بود و من در بخش فارسیش کار میکردم. روزگار ماها رو به هم میچسبون، نزدیک میکرد. در تولد پادشاه میمدیم. امروز هم برای من روز عجیبیه. 50 سال من با دکتر اسماعیل خویی دوست بودم. یه زمانی که جوان تازه شعر میگفتم اومده بودم با دکتر خویی یک مصاحبه کردیم، یک سال به صورت کتاب در اومد. بعدم با هم دوست بودیم. خویی انسان بزرگی بود، یکی از برجسته ترین شاعران معاصر ما بود و شادمانم که بزرگوارانه زندگی کرد، از خودش این همه آثار برجسته گذاشت و نامش همیشه جاودان خواهد بود. و سلامت باشین. و من چقدر خودم امیاله امین لحظه احساس خوشی میکنم که دوست از ایران و همچنان راجع به افغانستان ما معلومات دارین و دوستان افغانی دارین. بسیار سپاسگزارم ازتون. متشکرم. دوستان عزیز، شما در پهلوی ما یکی از شاخ گلهایی که از شاعر بزرگوار ما پالی ما هستن باقی مانده، میخواییم که از زبانشان راجع به پدرجانشان چیزی بشنویم. خب شما ببخشین اگر خدا من صبا هستم. اول میخواستم از همینجا از همه دوستان و شاعران افغانمون که با پیام‌های خودشون ما رو شاد کردن سپاسگزاری کنم. بسیار سپاسگزارم. پیام‌های شما به ما رسید، از انجمن ادبی افغانستان پیام‌هایی که رسید سپاسگزارم. همونطور که میدونید پدر من علاقه بسیار زیادی به همه مردم جهان داشت و درود بر شما. سپاسگزارم که اینجا تشریف آوردید و اگر اجازه بدید من یک از شعرهای پدر رو براتون میخونم که فکر میکنم این خود پدر باشه. در آستانه مرگ ایستادم، بی آنکه حس کنم که پیرم و یا که کم دارم چیزی از هیچی پر جوانی خیش، و در شعر من حقیقت و زیبایی نیکی میشوند در یگانگی باستانی خیش.
درود بر شما. سلام میگم خدمت تماشات شیان شما، خیلی محبت فرمودید. خوشبختانه در میان دوستان برادران افغانی من فکر کنم که همه رو به شکم میشناسم. اینه که من خواننده موسیقی سنتی هم، یکی دو سال قبل با جناب فیض کاریزی شما به سال کنسرت مشترک داشتیم اونا. اینه که خوبه که شما صحبت بکنید، ولی این امروز هم که جناب دکتر اسماعیل خویی، ایشون هم استاد بنده بودن، هم بزرگترین شاعر ما هستش، عرض کنم که امروز روز ودا با ایشون بود در واقع اینجا هستیم اینا. بله، سپاسگزاریم از محبتتون. سلامت باشین، تشکر از اینکه وقت به ما دادین. خواهش میکنم، خوشحال شدیم، قربانتون. من جمیل خرروزی هستم، شروع کننده و فعال بنیاد توس هستم و در این راه سعی کردیم که ما تمام آرشیو های فرهنگی ایران رو که در حال انهدام بود یا از بین رفته بود یا به نوعی عوض شده بود اینها رو پر بکنیم و خوشحالم که امروز تونستیم با مدارک واقعی و اسناد واقعی پر بکنیم و هر سال گاهی وقتا یک بار یا دو بار برنامه‌ای رو گذاشتیم در راستای تاریخ و فرهنگ هنر ایران. امروز به این مراسم متاسفانه، ای کاش که مراسم شادی بود، به این مراسم آمدیم و من یک خوشحال شدم که همه دوستان رو اینجا دیدم، ولی عزیزی از ما بین ما رفت که بسیار با من نزدیک بودن و بسیار به من محبت داشتن. به هر حال پدر شعر نوین ایران فرزند ارشدش رو دوباره از دست داد و امیدوارم این آخرین باری باشه که در این مراسم هم دیگر میبینیم. ولی متشکرم از توجه شما. بیننده عزیز، ای بود یک گزارش که از خاکسپاری بزرگوار شاعر و نویسنده کشور دوست ما ایران تقدیم شما گردید. در هر جایی که هستین امیدوار هستم جور صحت و دور از کرونا باشین. با امید دیدارتان در برنامه های آینده. شب روز خوش آرام. زرینه، تلویزیون آسمان، شهر لندن.